عرض میکنیم خدمت آقای دکتر صالحی و آقای دکتر کمالوندی و همراهان عزیزشون که ما افتخار داریم امروز در محضرشون باشیم. هم از خدا قوت و خسته نباشید داریم خدمت ایشون و هم خدمت شما عرض کنم که امیدوار هستیم که این جلسه‌مون جلسه بسیار مفید و مناسبی باشه. خدمت شما عرض کنم که ما طی روالی که آقای دکتر صالحی هست و صبح خدمت همکاران عزیزمون هم بیان شد، ما یک کلیاتی رو در واقع حد اکثر در حد 7 دقیقه دوستان کمیته تخصصی اگر نکاتی هست رو در واقع بیان میکنن ابتدا امر، بعد ما محضر جناب‌عالی هستیم و محضر در واقع سایر همراهان عزیزتون، بعد از اون تک تک نمایندگان که سوال میکنن 2 تا 3 دقیقه سوالشون رو خواهند کرد، همونجا پاسخ سوال رو حد اکثر تا 5 دقیقه بیان جناب‌عالی یا همراهان عزیزتون هست خواهیم شنید تا انشالله امکانی فراهم بشه که هم سوالات و امهات موضوعات معلوم بشه و هم پیرامونش انشالله چارچوب‌ها و بیان و نکاتی که دارید رو بیان کنید. بنده مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و امیدوار هستم که انشالله ما جلسه بسیار مفید و خوبی رو انشالله داشته باشیم. نکته اگر هست آیه ابو ترابی نکته ایز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر صالحی معاونین محترمش. بنده پیشنهادم این بود آیه دکتر، در جلساتی که ما در گذشته داشتیم به طور صریح و روشن نقدهای نسبت به دوران مدیریت جناب آقای دکتر صالحی مطرح شد و مسائلی که خب سوالات جدی رو ایجاد کرده، به نظرم میرسه که شاید مناسب باشه اول اون نکات مطرح شه، پاسخاشون رو در اون حوزه بدن، بعد وارد بحثای دیگه اگه صلاح بدونید بشه. حالا من چون دستبندی ذهنی در آج آقا من ندارم، من یعنی خودم یه وقوفی دارم، خودم یه اطلاعی دارم ولی اطلاعات خودم رو نمیخوام دخیل کنم و الان خدمت شما عرض کنم که اگر هر نکته هست که فکر میکنید محل ابهام هم هست همین یا بفرمایید یا بنویسید بدید آقای نجابت، همین الان بنویسید آقای نجابت، آقای کارخانه، آج آقا، هر کدومی که هست، آقای نبویان، حد اکثر، نه من ورود تخصصی نمی کنم به این موضوع، حد اکثر ظرف 7 دقیقه، حالا 2 نفر صحبت میکنن، 1 نفر صحبت میکنن، اون امهاتی که کمیته تخصصی داره و حتما توی این 7 دقیقه یه فرصتی هم باشه که حاج آقام یه نکته‌ای دارن که چون کمیته تخصصی هستن حاج آقام نکتهشون رو بیان کنن. آره خودتون پس تنظیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر صالحی و همکاران محترمشون. من در همین بر همین منوالی که حاجا فرمودن مطلب را عرض میکنم، یعنی اون چی که به تعبیر بنده نکته تیز انتقادات متوجه سازمان هست و اقداماتی که در مسائل فنی برجام شده تا ما افتخار داریم امروز در محضرشون باشیم. هم از خدا قوت و خسته نباشید داریم خدمت ایشون و هم خدمت شما عرض کنم که امیدوار هستیم که این جلسه‌مون جلسه بسیار مفید و مناسبی باشه. خدمت شما عرض کنم که ما طی روالی که آقای دکتر صالحی هست و صبح خدمت همکاران عزیزمون هم بیان شد، ما یک کلیاتی رو در واقع حد اکثر در حد 7 دقیقه دوستان کمیته تخصصی اگر نکاتی هست رو در واقع بیان میکنن ابتدا امر، بعد ما محضر جناب‌عالی هستیم و محضر در واقع سایر همراهان عزیزتون، بعد از اون
تک تک نمایندگان که سوال میکنن 2 تا 3 دقیقه سوالشون رو خواهند کرد، همونجا پاسخ سوال رو حد اکثر تا 5 دقیقه بیان جنابالی یا همراهان عزیزتون هست خواهیم شنید، تا انشالله امکانی فراهم بشه که هم سوالات و امهات موضوعات معلوم بشه و هم پیرامونش انشالله چارچوب ها و بیان و نکاتی که دارید رو بیان کنید. بنده مجددا خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و امیدوار هستم که انشالله ما جلسه بسیار مفید و خوبی رو انشالله داشته باشیم. نکته اگر هست آیه ابو ترابی نکته ایز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر صالحی معاونین محترمش. بنده پیشنهادم این بود آقای دکتر، در جلساتی که ما در گذشته داشتیم به طور صریح و روشن نقدهای نسبت به دوران مدیریت جناب آقای دکتر صالحی مطرح شد و مسائلی که خب سوالات جدی رو ایجاد کرده، به نظرم میرسه که شاید مناسب باشه اول اون نکات مطرح شه، پاسخاشون رو در اون حوزه بدن، بعد وارد بحث‌های دیگه اگه صلاح بدونید بشه. حالا من چون دستبندی ذهنی در واقع حاج آقا من ندارم، من یعنی خودم یه وقوفی دارم، خودم یه اطلاعی دارم، ولی اطلاعات خودم رو نمیخوام دخیل کنم و الان خدمت شما عرض کنم که اگر هر نکته‌ای هست که فکر میکنید محل ابهام هم هست همین یا بفرمایید یا بنویسید بدید آقای نجابت، همین الان بنویسید آقای نجابت، آقای کارخانه، حاج آقا، هر کدومی که هست، آقای نبویان، حتی اکثر، نه من ورود تخصصی نمی‌کنم به این موضوع، حتی اکثر ظرف 7 دقیقه حالا 2 نفر صحبت میکنن، 1 نفر صحبت میکنن، اون امهاتی که کمیته تخصصی داره و حتما توی این 7 دقیقه یه فرصتی هم باشه که حاج آقام یه نکته ای دارن که چون کمیته تخصصی هستن حاج آقام نکتهشون رو بیان کنن. آره خودتون پس تنظیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر صالحی و همکاران محترمشون. من در همین بر همین منوالی که حاجا فرمودن مطلب رو عرض میکنم، یعنی اون چی که به تعبیر بنده نکته تیز انتقادات متوجه سازمان هست و اقداماتی که در مسائل فنی برجام شده تا امکان پاسخگویی برای جناب عالی فراهم بشه. چند قسمت هم میشه صحبت کرد. در نگاه ما یا من اینه که 4 مسئله اصلی داریم، مسئله سانتریفیوژ ها و بحث نتنز و فوردو، مسئله عراک، مسئله آراندی در رابطه با مسائل هسته‌ای و یکی هم رابطه آژانس و اون مقابل نامه‌ای که بین آژانس و سازمان بوده. این 4 محور به نظرم میتونم پیشنهادی است مورد بحث قرار بگیره. من در مسئله اول مسائلی رو که در جلسات گذشته اینجا مطرح شده عرض میکنم تا جناب عالی فرصت کامل توضیح پیدا کنید. ببینید این یک ادعا است در نگاه برخی از نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسا که ما بیشترین واگذاری ها رو در مسئله برجام از حوزه هسته‌ای داشتیم. یعنی چه؟ یعنی ما در این داد و ستد اون چی که واقعا واگذار کردیم از قسمت صنعت هسته‌ای هست و بعد از استدلالش هم اینه که ما به طور کلی، من عددها رو همونطور که رویه جناب عالی هم هست گرد میکنم، زیاد به خردریزش دقت نفر یعنی مورد نظر نبوده، ما به طور کلی 19000 سانتریفیوژ داشتیم، 19000 اندی که توزیع شده بین 15000 اندی 16000 یا بیشتر در نتنز، 2000 اندی هم در فورد. اون چه که برجام به ما میگه اینها باید تقلیل پیدا کنن به 5060 تا در نتنز و حدود 1000 تا در فوردو با اون سازوکاری که جناب عالی میدونید، فکر میکنم اعضای جلسه هم در بازدید هم در بحث‌های سابق بهش رسیدن. بعد این مسئله مطرح شده که این 5060 غنی سازی کنن، اما یه محدوده ای رو پذیرفتیم که هیچ وقت سوخت ما از 300 کیلو بیشتر نشه و اگر که در تو پذیرفتیم که در 10 سال به همین منوال غنی سازی کنیم، اگر یکی از ماشین ها هم کرش یا فال یا مشکلی براش پیدا شد این نکته رو
مورد توجه بود، باید از همون نوع IR1 جایگزین کنیم. این 5060 هم و اون 1000 تا هم، اینا همه از IR1 باید باشن. از سال هشتم یک کارهای تحقیقاتی شروع میشه. از سال دهم ما میتونیم سانتریفیوژ های دیگری داشته باشیم، یعنی سانتریفیوژ های IR6 و 8. و اون وقت سال 11 مثلا یه آبشار 200 تایی هم داشته باشیم و به همین منوال ادامه بدیم، یعنی سال 13 200 تامون از هر نوع رو بخونیم 400 تا، بعد سال بعد بشه 600 تا و بره بالا. اینا همش در برجام هست. اگر چون من به اختصار صحبت میکنم، اگر لازم دیدید یا مستند هست، مثلا در بند 4 که صفحه 6 این متن فارسی هست، کاملا توضیح داده شده که در 8 سال اول یا با شروع 10 سال ما شروع میکنیم به فیز اوت و بقیه مسائل. در یه جا شما به نظرم به این کلیات مخالفتی نداشته باشید که مثلا در نهایت هم ما 200 تا از IR6 یا IR8 داشته باشیم و بعد به همین منوال ادامه بدیم. ممکنه جناب عالی روی این بحث داشته باشید. نتیجه گیری که دوستان کردن و میکنن، این ادعی که عرض میکنم این نگاه رو دارم، اینه که ما در واقع با چیدمان فعلی و احکامی که در برجام اومده، من به سرعت نتیجه گیری میکنم، اگه نیاز دیدید جایی رو مستند میکنم، ما به غنی‌سازی برای سوخت به اصطلاح نمیرسیم. محاسبه عددی ساده است که اگر اون 200 رو مبنا قرار بدیم، بعد از 10 سال ما هستیم و 300 کیلو سوخت، یعنی از اون که بیشتر نمیتونیم بریم. حالا اگر سوی مثلا IR6 رو حد اکثر 12 بگیریم، IR8 رو هم حد اکثر 22 بگیریم، با اون ریتی، با اون میزانی که ما میتونیم توسعه بدیم، مثلا بیش از 35 سال طول میکشه تا ما به اون 190,000 سویی که جناب عالی برش تاکید کردید برسیم. بنابراین در عمل الان بحث حقوقی نمی کنیم، چون این مفصل بحث شده که به حق غنی سازی برای ما محفوظ شده، یا در این عبارت اومده allowing ایران تو مثلا دو enrichment، allowing یعنی اجازه دادیم، ما فرض میکنیم مثلا حق رسمیت داده شده. اما چیدمان فعلی به اضافه احکام برجام ما رو از تحقق به اصطلاح غنی سازی که کارآمد باشه باز میداره. بنابراین تحلیل این دسته از دوستان اینه که ما در واقع ادعا میکنیم حق غنی‌سازی داریم ولی در عمل چیزی نداریم. اینا استناداتش هم در برجام هست، به تفصیل اینجا بحث شده. این یک اشکالی است که دوستان، برخی از دوستان تعدادشون هم کم نیست، اعتقاد دارن در این مسئله، در مسئله آب سنگین و مسئله آرندی و البته قرارداد آژانس و شما، بحث های دیگری است که حالا اگر دوستان دیگه کمیته فرمایش داشته باشن یا جاها ما استفاده میکنیم. این بخش از ماجرا مربوط به خود کمیته است. کوتاه بفرمایید که حاج آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، من سوالم اینه چرا اینقدر عقب نشده از بحث هسته‌ای ما؟ تو نترنز ما 20% داشتیم شد 3.67%. تو فوردو 20% داشتیم شد 0%. توی عراق ما اگر می‌خواستن برای ما آب سنگین داشته و تولید بکنن، اونا حفظ می‌کردیم، اون دستاورد غرور ملی ما بود. بعدش هم تعهد دادیم مطلقا دیگه هیچ راکتور آب سنگین اونلی داره، فقط آب سبک اصلا تا تاریخ هم نداره اصلا. نسبت به سوخت مصرف شده رو باید بفرستیم، یه دونه ما محدودیت ابدی رو پذیرفتیم. نسبت به بازفراوری ما پلوتونیوم برای فرمایشش درستی شما داشتید که سوخت منابع اورانیوم ما کمه، ما برای آینده برای راکتورهای تولید برقمون نیاز به پلوتونیوم داریم، چون نسل‌های آینده میگن از پلوتونیوم استفاده میکنه. ما خودمون رو به لحاظ ارسال سوخت محدودیت ابدی پذیرفتیم، دیگه زمانم نداره. اینکه ما باز فراوری کنیم، محدودیت ابدی پذیرفتیم ما، و اینکه حتی دانشش تحقیق و توسعه در زمینه بازفراوری هم محدودیت ابدی پذیرفتیم اصلا. نسبت به که توی نظارت ها که اصلا باز موارد بسیار زیاد، بحث 10 سال و 20 سال و 25 سال، مثلا شما پذیرفتید که آژانس بیاد اینجا 15 years or longer. دیدید متن خودتون اشتافته، این لانگرش کیه؟ 15 سال یا بیشتر، بیشتر یعنی چند سال دیگه.
شما چند تا اینا پذیرفتید و یکی دو مورد نیست که ما تعهد که یه وقتی شاید گفته بشه که کمیت نداره، تعهد نداریم، اینتند داریم، ما قصد داریم. اولا برای چی رفتیم گفتیم ملت ایران تا ابد قصد نداره که این کار رو انجام بده. ثانیاً قصد میشه چی؟ اقدام داوطلبانه، فرضاً این باشه دیگه. خاطر مبارکتون هست سال 82 تا سال 84 ما یه سری اقدامات داوطلبانه داشتیم. این که از سال 85 به بعد قطعنامه صادر شده اقدام داوطلبانه خودمون اومدیم. پس ما اینجا یه محدودیت داوطلبانه ابدی و این برنامه هم دادیم دست اونها که هر وقت شکستیم. من تمام عرض من اینه، ما فردو نتنز و از این موارد رو تو عراق رو هم تو بحث نظارت ها هم تغییر و توسعه ما یه وقتی آوردیم 17 مورد ما هم توقف پذیرفتیم، چون تغییر توسعه در زمین بازفراوری ممنوعه، و همچنین کندیش که یکی دو مورد نیست. یعنی شما خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری فرمودن مستقیما به استالی هم فرمودن، توی دسترسی ها هم که شما الان با آژانس یه دونه چی پذیرفتید، من سه مورد گیر آوردم، دسترسی به اماکن نظامی دادید شما، تصریح داره اصلا، چون قبلش اینجا مطرح شد من اینجا دیگه دوباره مطرح نکنم. علت این همه عقب نشینی ها برای چه چیزی بود؟ تشکر آقای ابوطالب. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، من یک گوشه ای از فرمایشات ایشون را در تاریخ دوم تیر ماه 94 عرض میکنم که ایشون فرمودن که آنها اصرار دارند بر محدودیت بلند مدت. ما گفتیم که محدودیت 10 سال و 12 سال و مانند اینها را قبول نداریم. ما مقدار سالهای معینی را که مورد نظر مورد قبول ماست به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفته ایم که چه مقدار محدودیت را قبول کرده ایم، اما تعداد سالهای 10 سال و 12 سال و این چیزهایی که این حضرات میگویند را قبول نداریم. زمانهای 15 سال و 25 سال که مدام میگویند 15 سال برای فلان چیز، 25 سال برای فلان چیز، و این زمانهای اینجوری را ما قبول نداریم. این عین فرمایش حضرت آقا هست. ولی در متن برجام در 40 مورد عنوان شده که ما دست کم پذیرفتیم که محدودیت برای 15 سال باشه. در 16 مورد ما محدودیت پذیرفتیم برای مدت 10 سال. در 20 مورد از حقوقی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه ما انصراف دادیم برای ابد و همیشگی. واقعا این حقیقتا سوال هست که علارغمی که حضرت آقا سریع فرمودن چرا این مطلب مورد توجه قرار نگرفته. این یکی. دومی که حضرت آقا فرمودن که ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم، چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست. بنابراین ما به آن بدبین هستیم. میگویند آژانس باید اطمینان پیدا کند. این چه حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند؟ اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود به یک فرایند دیگری، پس اصلا ما چرا مذاکره کردیم؟ اصلا مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن برای چی بود؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته شود. این را باز بخواهند متوقف کنند به چیز دیگری اصلا قابل قبول نیست. در حالی که ما پذیرفتیم که اول جمهوری اسلامی ایران تعهدات فیزیکی، تخصصی و زمینی خودش را انجام بده، آژانس راست آزمایی بکنه و بعد از اون طرف مقابل در مرحله اجرا بخشی را انجام بده، در مرحله انتقال هم بخشی دیگر. این با فرموده حضرت آقا مغایرت داره. یه نکته دیگری هم که آیه کارخانه، بله، فرصت خیلی محدود. بله، یه نکته من بالاخره مسئول کمیته و بیشتر بعد بود که بیشتر باید حرف زدیم دیگه. نکته دیگه‌ای که آقای جواد فرمودن، آقای دکتر این مقدار مطرح شده که ما ظرف 15 سال به 190 هزار سو میرسیم، که حالا ایشون فرمودن که با 200 تا آی آر 8 و آی آر 6 به چگونه چطور میشه. یه جای دیگه بعضی از عزیزان فرمودن که ما به 1 میلیون سو میتونیم برسیم. یعنی این واقعا سوال ایجاد کرده.
یه نکته دیگر هم این است که آقای دکتر، آیا به جز این برجام چیز دیگری مورد توافق قرار گرفته که ما بتونیم به استناد اون برخی موارد را مطرح بکنیم؟ مورد دیگر این که واقعا اگر معیار پروتکل فقط بود، خب چرا ما ده ها مورد را فراتر از پروتکل پذیرفتیم؟ خب میگفتیم ما پروتکل الحاقی را بر اساس معاهدات بین المللی اجرا میکنیم مثل همه هر موردی وجود، ولی ما خیلی فراتر از پروتکل را قبول کردیم. در رابطه با تحقیق و توسعه آقای دکتر، آقای دکتر دیگه خیلی هفت دقیقه شد خوب آره کلی من هنوز آره چون الان نگاه کنید حالا میخواییم یه سوال فقط یه کلام بگم سوالی یه جمله آقای دکتر IR2M عزیزان بازدید داشتن از نتنز همین هفته گذشته 2000 دستگاه IR2M با قدرت جداسازی 5 سو 1000 تا مزه میخوام 1000 تا با قدرت جداسازی 5 سو در اونجا مستقر هست. ما چرا قبول کردیم که این 1000 تا را کلن برداریم و هیچ زمانی ازش استفاده نکنیم؟ حتی بعد از 15 سال هم دیگه تا 15 سال ما نباید از این استفاده کنیم. این واقعا این مقدار سوال هست. تشکر. بعدن هم بقیه سوال بعدن هستم. آقای ابوطالب محضر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعی میکنم سریع عرض کنم. چون اینجا بحث شد خواست رحمان الرحیم بنده سعی میکنم سریع عرض کنم. چون اینجا بحث شد خواستم اگر توانستید روند فرایند طراحی و اجرای آب سنگین عراق اشاره کنید که شما در اون چه نقشی داشتید، زمان شما آغاز شده، دیگری آغاز شده، چه پیش رفت، چون بحثای اینجا مطرح شد که خوب بیان داشت. نکته دوم این که همینطور که آمده در این بحث که عرض کنم که در بند 8 آمده راکتور تحقیقاتی آب سنگین پیشرفته در عراق با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67% در قالب یه بحث اینجا شد که اصلا این تغییر سوخت سعی رو از ارزش ساقط میکنه. این رو مستدل آیون استدلال کردن که اصلا دیگه آب سنگین و آب سبک تفاوتی نمیکنه. این رو توضیح داده بشه. یه بحث این که بحث IR2M که اشاره شد، این چه زمانی طراحی شد، انجام شد، نصب شد؟ IR2M؟ بله IR2M. و بعد این که چرا تزریق گاز نشد؟ این چون بالاخره الان آقای کارخانه دارم میفرمان که یه مسئله اینه که چرا اینا داره جمع میشه، اما از این مسئله مهمتر اینه که اینها با این قدرت غنیسازی چرا تزریق گاز نشد. اینو هم یه توضیحی داده بشه. یه بحث دیگر هم که حالا به نظرم لازم باشه که تو فرمایشات دوستان بود اینه که ما با دو فرایند روبرو هستیم. این شاید به این زمان نرسه ولی شاید دوستانم قبول کنن، یه جلسه ای رو میخواد. یکی این که ما همین شرایط فعلیمون با همین شرایط تحریم این تداوم پیدا کنه تا 10 سال. ما در این طول 10 سال از نظر هسته‌ای، سانتریفیوژ، آب سنگین و مقدار سوختی که تولید میکنیم قدر متیقنش چیه، کف و سقفش چیه، به کجا خواهیم رسید. بعد این رو ما مقایسه کنیم با شرایطی که الان خلق شده، در یه مقایسه تطبیقیه که میتوانیم بگوییم که آیا امروز در این زمینه به طور خاص، حالا ما به دستاوردهای دیگه کاری نداریم، همین بحث، آیا شرایطمون متفاوته، عقب موندیم یا نه، به همین اکتفا میکنم. من تشکر میکنم. آقای دکتر زاهدی آخرین نفر کمیته هسته‌ای، نه جنابالی و نه جنابالی نبود شما بعدش بعد نه، چون من یادمه که تو چه کمیته ای هستش دیگه، بنده اینقدر حق دارم که اگه تو هر کمیته ای هست بگم تا اون نه 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 همه کمیته هستهی بودن. آقای دکتر زاهدی هم هست، بنده هم هستم که اظهار نظر نمی کنم. چون یه بحث خارج از برجام دارم، یه گزارشیه که به ما داده شد که یه سری انفجاراتی اخیراً در نتنز مشاهده شده در اطراف نتنز، احتمالا مربوط به یه سری باتری هایی بوده در اونجا.
این صحت داره یا نه، اگر صحت داره مثل بعدا حالا یو پی اس اینا ببینیم که این موضوعش چی. انفجارات دوباره بفرمایید. یه سری انفجارهای در اطراف نیت هست یا باتری ها بعد یا چیزای برق تکلای برق. حالا نه 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 باتری های شما اینا را کار انداختم منفجر کردن. حالا توضیح ممکن صحت نداشته باشه، ممکن صحت نداشته باشه، گزارشی رسیده این رو به عنوان گزارش رسیده. بله دو تا مورد بودی که همون که حضرت عالی در صحن به صراحت اعلام فرمودید که ما نگران برچیدن این به صراحت سانتریفیوژای نسل قدیم نیستیم، چون ما بعد از 10 سال به سرعت میتونیم سانتریفیوژای نسل جدید رو بسازیم. همینطور یکی از دوستان گفتن محدودیت های جدی وجود داره که حتی شما اونجا اشاره فرمودید به 1,000,000 سو میرسیم، اما همونطوری که اشاره کردن به 190,000 سوش هم حداقل 35 سال طول میکشه. موضوع بعدی این که تغییر و توسعه، چون حالا مربوط به کمیسیون آموزش تحقیقات هم هست، به نظر میاد در اینجا محدودیت جدی داریم برای کار روی سانتریفیوژهای نسل بالاتر از IR8. IR8 رو میتونیم ولی بالاتر از IR8 به نظر میاد امکانش نیست، و اگر بخواد کار بکنیم حتما در قالب آزمایشگاهی و اونم باید اجازه کمیسیون مشترک باشه. مورد بعد در مورد خود عراق بود. حضرت عالی در صحنه علنی فرمودید که چه کسی جرأت میکرد که اون رو عراق رو به فرض این که راه افتاد روشن کنه استارت بزنه اینجا و چرنوبیل میشه. آقای دکتر عباسی در همینجا مطرح فرمودن، بنده اعلام کرده بودم خودم به اتفاق خانواده هم میریم اونجا اصلا زندگی میکنیم و استارت اون میزنیم. این یه پروسه ای داره، خیلی پروسه کاملا مشخص که مرحله به مرحله اون زیر نظر آژانس و آخرین استانداردها در اونجا بند. این نکته ای که مورد بعد در مورد فوردو بود. آقای حضرت عالی در صحن غیرعلنی فرمودید که در فوردو ما هیچگاه بنای تحقیق نداشتیم، بنای اینکه غنی سازی بکنیم نداشتیم، اصلا اون برای این اومد. آقای دکتر عباسی اینجا به صراحت اعلام کردن نه اینطور نبوده و ما مجوز داشتیم که اونجا رو غنی سازی کنیم و داشتیم برای غنی سازی اونجا رو آماده میکرد. در کنار این احساس میشه که در بندهایی که در اینجا اومده مثل بندهای 61, 62, 63 ما به شدت صنعت هسته‌ایمون در بعد صنعتی شدنش داره دچار یک رکود و انقراضی میشه در طول نه تنها 10 سال، پس از 10 سال. یعنی به نحوی این که درسته حالا ما میام یه مقداری بله وارد میکنم دیگه اشاره فرمودن، یعنی ما بیشتر از 300 کیلو که نمیتونیم برای کارهای خودمون مجبوریم حتی از خارج وارد کنیم، اصلا فروش و اینا هیچی وجود ممکنه داشته باشه، اما صنعت خودمون میخوابه. یعنی کشور دچار یک انقراض در هسته‌ای خواهد شد و به خصوص با اون تعهدی که دادیم بالاتر از 3.6 نسازیم. یه نکته دیگه که آخرین هست که اگر اجازه بدید آقای دکتر، ما محدودیت های جدی رو در بحث آرندی پذیرفتیم. به عنوان مثال صفحه 35 بندهای 67 که حالا خودش یه زیربند 1, 2, 3 داره که اصلا اینجا ما محدودیت داریم، غیر از اون در صفحات دیگه که به خصوص در مباحثی که فعالیت هایی که میتونن برای طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هستی مشارکت کنن، صفحه 39 بند 82 این دیگه اصلا اومده به نوعی کار خواهد کرد که مادام اون عمر ما اصلا حتی نمیتونیم بریم کار آرندی انجام بدیم روی اینا. و به نظر بند صفحه 39-82 میخونم، اولیش میخونم: ایران در فعالیت های زیر که میتواند برای توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای به کار گرفته شود وارد نخواهد شد. همش بحث آرندیه، نه طراحی توسعه دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته‌ای. خب اینا شبیه سازی ما نتونیم انجام بدیم، آرندی نتونیم انجام بدیم. دکتر تشکر میکنم، چون آقای مهندس بسپاش هم میخواستن صحبت کنن، من خواهش کردم روال این هستش که
اعضای کمیته تخصصی اجمالاً یه نکاتی رو بگن که الان تقریباً دو برابر اون فرصتی شد که الان بنای در واقع گذاشتنش بود. انشالله تو سوالات خدمت آقای دکتر و مهندس بس باشم هست. ما خدمت آقای دکتر هستیم، مجدداً خیلی مقدم عرض میکنیم، ما خدمت آقای دکتر هستیم. بفهم دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اولیای محترم کمیسیون ویژه بررسی برجام که این فرصت رو برای بنده ایجاد کردن که در خدمتشون باشیم و در ارتباط با ابهاماتی که در اذهان شکل گرفته در خصوص حالا ابعاد فنیش تا اونجایی که برام میسور باشه پاسخهای لازم رو بدم. البته این توفیق رو داشتیم بارها در کمیسیون مجلس مربوط به امنیت ملی حضور داشتیم، در صحن علنی هم دوبار حضور داشتیم، توضیحاتی داده شده، ولی به هر حال هر مقدار که لازم باشه، چه از نظر زمانی من محدودیتی ندارم، من در خدمت شما هستم، کاملا لازم باشه در خدمت هستم که تا اونجایی که ممکنه حالا اگر بشه رفع ابهام بشه و انشاءالله مسائل روشن بشه. ببینید عزیزان، من از اینجا شروع بکنم. ما دلمون میخواست که تمام تصمیمات رو خودمون بگیریم، اصلا یه همچین مذاکراتی نمی بود و هرچی که میخواستیم انجام بدیم، یعنی آب سنگین عراق رو یا همین طرح موجود رو پیش میبردیم یا طرح جدید، اما بنا به اقتضائات و الزامات و ملتزماتی که خودمون داشتیم، یا نتنز رو هر جوری که دلمون میخواست پیش ببریم، کما اینکه عنایت دارید همون جور که دوستان فرمودن 19,000 ماشین در نتنز بود، تصمیم گرفته شده بود که 10,000 تاش کار بکنه. اون زمان ما هم نبوده، زمان گذشته بود. آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر عباسی، 1,000 تا الان سوال شد چرا 1,000 تا آقای آرتونم تزریق نشد. خب این باز زمان ما نبوده، حتما دلیلی داشته. یعنی من خدای نکده نمیخوام نفی بکنم، خدای نکده نمیخوام یک فرایندی رو زیر سوال ببرم، قطعا دلیل موجهی اون زمان داشتن، گفتن این کارو نکنید. چون که اقدامات در سازمان انرژی اتمی اقدامات سر خود نیست، یعنی مدیر سازمان انرژی اتمی اینجور نیست که هر کاری رو بخواد انجام بده، مخصوصا کارهایی که ابعاد بزرگ داره. من خاطرم هست که بار اول توفیق مسئولیت خدمت در سازمان انرژی اتمی رو پیدا کردم، خدمت حضرت آقا که رسیدم، ایشون فرمودن آقای صالحی، سازمان انرژی اتمی به هر حال دولت‌ها با سلایق مختلف میان و میرون، امور مربوط به سازمان انرژی اتمی مربوط به نظام میشود، بایستی یک سیاست گذاری که همه رو در بر بگیرد و مربوط به نظام میشود در از لحاظ بشود. اینجوری نباشد که با سلایق مختلف که با آمد و شد دولت ها میان و میرن بخواد محصور به اون باشه یا متوقف به آن باشه. پس ببینید، سازمان انرژی اتمی در تصمیمات بزرگ قطعاً نمیتواند خودکار و یا سر خود کار بکنه، باید در چارچوبی که نظام تعیین میکنه، ببینید حتی نه دولت، نظام. حالا این نظام تعریف داره، شورای عالی امنیت ملی هست و دیگه ابعاد مختلفی هست که ما در تعریف نظام لحاظ میکنیم. بنابراین اینکه اولا بندم پاسخم فقط محصور میشه به مسائل فنی. ببینید، من مسائل حالا تحریم و مسائل نظارت و بازرسی اینا من درش دخالت نداشتم، نه اینکه حالا اگر باشه من به عنوان یه شخص و به عنوان یه فردی که بالاخره ممکنه اطلاعی داشته باشم از باب اطلاعات خودم انعکاس اطلاعات بدم یا چیز بدم، ولی من محصورم به اون چیزی که خودم تصمیم گرفتم و مسائل فنیست. خدمتتون عرض بکنم، جناب آقای ابوترابی یه سوال خوبی فرمودن، گفتن اگر ما فرض بکنیم تحریم نبود چیکار میکردیم، چجوری میبردیم جلو. اینها مسائل فنیست و خواهش میکنم دوستان واقعا عنایت ویژه داشته باشن به صحبتهایی که میشه، چون که ممکنه وقت زیاد بگیره و دوستان خسته بشن، ولی میارزه واقعا. الان ما در یه شرایط حساسی هستیم و این کمیسیون هم واقعا عهده‌دار یک مأموریت بسیار مهم و تاریخ و لذا
میارزه که ما هر چقدر بخوایم اینجا وقت بذاریم، شرح بدیم، صحبت بکنیم تا انشالله به یک جنبندی واحدی انشالله به لطف الهی برسیم. ببینید، سازمان انرژی اتمی از سال 1153 شروع شد، یعنی یه چیزی نیست که بگیم بعد از انقلاب شروع شد، از قبل از انقلاب شروع شد. بعد از انقلاب دیگه حالا خیلی چیزاشو میدونید، من خیلی سریع عبور میکنم. بعد از انقلاب بنا به دلایل جنگ تحمیلی و مسائل دیگه که تو بوشهر و ارزم و رفتن آلمان ها و رفتن فرانسوی ها و حمله صدام به بوشهر و مسائلی از این دست، دیگه فعالیت های انرژی اتمی در ساخت و ساز نیروگاهی متوقف شد، جزء اولویت های کشور قرار نگرفت تا رسید به بعد از پایان جنگ که مجدداً جمهوری اسلامی ایران تصمیم به احیای فعالیت های هسته‌ای بخصوص در ابعاد نیروگاهیش گرفت و شروع کردن به مقدمات اینکه چگونه نیروگاه بوشهر رو راه اندازی بکنن. به کشورهای مختلفی سر زدن، یادم هست به اسپانیا، چند کشور اروپایی غربی، به خود آلمان، همه به هر حال استنکاف کردن به دلایلی که امریکایی‌ها فشار می آوردن، چون که نوعاً اغلب کشورهای زیر لیسانس امریکا کار می کنن در ابعاد ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و لذا نهایتاً منجر شد، چون که مصادف شده بود ایام با ایام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شرایط اونها هم شرایط ویژه‌ای بود، یک فرصت طلایی پیش آمد و عزیزانی که اون زمان مسئولیت داشتن از این فرصت استفاده کردن. روس‌ها آمادگیشون رو برای ساخت بوشهر اعلام کردن و الحمدلله الان بوشهر بیش از 3 ساله 4 ساله که داره فعالیت میکنه و انشالله امیدواریم که آخر امسال یا اواسط سال آینده دیگه تحویل موقتش هم تحویل دائم بشه. خب این اساس بود. همون زمان هم وقتی که بوشهر رو قرارداد روس‌ها بستن، اون زمان به استناد این که ما در جنگ تحمیلی واقعا شرایطی پیش آمد و دیدیم اگر متکی به ذات خودمون نباشیم در یک شرایطی، خب مشکل پیش میاد، مثل خرید تسلیحات، هواپیما، تانک، فلان و مشکلات. اومدن تو نیروگاه گفتن آقا اگه این نیروگاه رو ما ساختیم، هزینه سنگینی کردیم، باید تو چرخه سوختش هم فعالیت بکنیم. این چیز دلیلی بود که ما، یعنی کشور تصمیم گرفت یا نظام تصمیم گرفت که وارد عرصه چرخه سوخت بشه. خب تو چرخه سوخت هم کسی نیومد کمک بکنه. همه اقداماتی که در این بعد از جنگ به خصوص انجام شد، واقعا میشه گفت اقدامات درونی بود، بومی بود، به اتکای واقعا توانمندی های درونی و با حمایت های نظام و دولت، چه در ابعاد مالی و چه در ابعاد مقرراتی، که سازمان انرژی اتمی یک سازمان ویژه و نهاد ویژه است در بین نهادهای دولتی از حیث مقررات و تسهیلاتی که براش قائل شدن. شاید تنها دستگاه دولتی باشد که برخوردار از این امتیاز هست و اگر هم این نمی بود، نمی توانست این پیشرفت ها رو داشته باشه. من یه نمونه ای رو بعداً به استحضار عزیزان خواهم رسون. خب شرایط این بوده، بچه ها زحمت کشیدن در چرخه سوخ، از اکتشاف گرفته که ابتدای چرخه سوخ باشه تا سوخت کار کردن. بعضی هاشو زودتر به نتیجه رسیدن، بعضی هاشو مثلا ما در 20 فروردین سال جاری اولین مجتمع سوخت رو به نمایش گذاشتیم. پس میخوام بگم بعضی هاش هم با تأخیر، به خاطر اینکه باز کار میشد تا به اینجا برسه، اما اکتشاف کارش زودتر شروع شد. اگر ما الان همه آستانه های این فناوری رو طی کردیم، رسیدیم به این آستانه، یعنی ما اکتشاف رو بلدیم، استخراج رو بلدیم، خدمتتون عرض بکنم که طراحی ریاکتورها به خصوص تحقیقاتی رو بلدیم، تحقیقاتی رو یه مقداری در تحقیقات در طراحی ریاکتورهای قدرت هم کار کردیم یه مقدار، ولی هنوز عقبیم نسبت به برنامه. ما در آب سنگین کار کردیم، بلدیم، آب سنگین رو تولید کردیم، ریاکتور تحقیقاتیش رو تونستیم طراحی بکنیم با کمک روس‌ها، که الان بعداً تاریخ ها رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد، و رسیدیم خلاصه همه آستانه ها رو ما طی کردیم و الان در یک شرایطی قرار داریم که می‌خواهیم توسعه بدیم این فناوری رو. یعنی صرف نظر از این که ما در مذاکره با 5 به علاوه هستیم یا نیستیم،
ما میخواهیم یک برنامه معنیدار منطقی که برخوردار از یک توجیه هزینه فایده باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد میخواهیم پیروی بکنیم. این هم دو تا چارتاست، یعنی یه چیز عجیب و غریبی نیست. ما اگر میخواهیم به یک ظرفیت غنی‌سازی قابل توجهی برسیم، بایستی کرش ماشین های ما دیگه کمتر از 1% باشه. نمیتوانیم با ماشین هایی برویم ما تولید صنعتی بکنیم که کرش هاش با این که خیلی زحمت کشیدن هنوز حول و حوش حدود 12% کرش این ماشین ها، در صورتی که در دنیا کمتر از 1%. ما کی رو این ماشینا شروع به کار کردن کردیم؟ از سال 1369. الان چه سالی است؟ 1394. کرش هنوز روی این ماشین چقدره؟ 12%. 20 و اندی سال داریم کار میکنیم. کار سختی است. خیلی رفتن جلو. خب یکی از دلایلی که کرش یه دفعه بعد و 2-1 رفت بالا، به دلایل واقعا سیاسی، باز اونم درست بوده در زمان خودش، گفتن ما تعداد ماشین رو زیاد کنیم که در مذاکرات از جایگاه قوی تری برخوردار باشیم. ببینید استدلال سیاسی بود، نه استدلال اقتصادی و یا استدلال صنعتی که جناب آقای دکتر زاهدی اشاره می‌فرمایند که از نظر صنعتی نبادا خدای نکرده با کنتی و یا با توقف روبرو بشیم، که کاملا بنده اینو میپذیرم. اما به اقتضاء زمان خودش، ببینید ما در یک سیر تحولی داریم حرکت میکنیم، به اقتضاء زمان خودش عزیزان تصمیم گرفتن یک دفعه تعداد ماشین های سانتریفیوژ رو ببرن بالا. اومدن مواد اولیه یه مقدار نامرغوب بود، آوردن گرفتن بردن مونتاژ کردن، شرایط استاندارد مورد نظر رو نتونستن آن گونه که شایسته این مسئله هست رعایت بکنن. خب طبیعی هم هست که کرش میره بالا. کرش ها رفت بالا، زحمت کشیدن باز دوستان ببینن چجوری میتونن این کرش ها رو بیارن پایین. علی رغم همه زحمت ها هنوز کرش 12% و این اقتصادی است. والا بلا به هر اصلا اگر اینا رو میدونن، یعنی چیزی نیست ما مخفی بکنیم، اینها دانسته شده است، اینها رو میفهمند. خب اون وقت ما با این استدلال بخوایم بریم همین ماشین ها رو توسعه بدیم، یه دفعه مثلا به فوریت برسونیم به یه حجم بالایی. پس جناب آقای دکتر ابوترابی، اگه ما میخواستیم علی رغم این بحث پنج به علاوه مذاکره پنج بخوایم حرکت بکنیم، میبایست حالا از حالا به بعد، چون که آستانه ها رو در نوردیدیم و ما دستیابی پیدا کردیم به این تکنولوژی، از حالا به بعد با یک دیدگاه سیاسی، اقتصادی، صنعتی، توجیهی که امکان سنجیش به درستی انجام گرفته باشه، دشت داشته باشه. بالاخره این بیت الماله. حالا ما نمیخوایم از اینجا از بحث بیت المال بخوایم چیز کنیم. این بالاخره دولت و ملت دارن هزینهشو میدن. ما وظیفمونه به گونه ای به همه آرمانها و مأموریت‌هامون و اهدافمون برسیم، اما با حداقل هزینه. ملت که از ما نمیخواد با هر هزینه به اون آرمانها برسیم. ما به اون آستانه ها رسیدیم، این هزینه رو کردیم. پس از حالا به بعد دیگه بایستی منطقی عمل بکنیم و درست عمل بکنیم. بنده اون زمان که سال 88 وارد سازمان انرژی اتمی شدم، هست همه این ملاحظاتش. دانشگاه تربیت مدرس رو ما درخواست کردیم، عزیزانی اومدن اونجا که توی برنامه‌ریزی صنعتی اشراف داشتن، کار کرده بودن، پروژه‌ای رو پذیرفتن با همکاری متخصصین سازمان انرژی اتمی که ما یک برنامه بلند مدت 10 ساله بذاریم چگونه وارد عرصه صنعتی بشیم. اینا همه مستنداتش هست. من یه پرانتز باز بکنم. ببینید عزیزان، من خیلی چیزا ممکنه اینجا ادعا بکنم، کما اینکه خیلی حرفا اینجا زده شده، بنده در رسانه ها خوندم. من یک خواهش دارم واقعا، با سه حرفا سند بخواید، یعنی بگید آقا یه سند بیارید بدید. مثلا ادعا میشه بنده در زمان خودم فلان کارو کردم، بسیار عالی، هیچ اشکالی نداره، سندشو بیارید. شما کی مسئول شدید؟ اون مطلب مورد نظر کی شروع شد، کی تمام شد؟ اینا رو سندشو بیارید. اینا حتما سند باشه. صرف گفتار، صرف بیان، صرف خدای نکرده اطلاع رسانی مبنای قضاوت قرار نگیره. خب این پرانتز رو ببندم. ما سال 88 که اومدیم گفتیم آقایون بنشینید
این IR1 رو به گونه ای فیز اوت بکنید، یعنی به گونه ای آرام آرام کنار بذاریم و سانتریفیوژ هایی که خودمون طراحی کردیم و شرایط بهتری دارد آرام آرام وارد سیستم بکنیم. برای اینکه این چیزها رو که دفعتا نمیتونید، شما پیکانم که میخواستید بذارید کنار نمیشد همینجوری یه دفعه دفعتا بذارید کنار، با یه پروسه ای با یه فرایند این کار میکردید. اینو ما اسمشو گذاشتیم فیز اوت و فیز ان، یعنی چگونگی خروج IR1 به صورت تدریجی و چگونگی ورود سانتریفیوژ های جدید به صورت تدریجی. من خاطرم هست سال آخر 88 بود یا فروردین 89 بود که ما سانتریفیوژ های پیشرفته رو اون موقع IR4 بود به نمایش گذاشتیم، IR6 هم ما چیزش رو ساخته بودیم، یعنی یک نمونه اولیه‌اش رو ساخته بودیم، طراحی‌اش انجام شده بود 89، فروردین 89 IR. حالا من میگم تاریخ ها رو دقیق بهتون میگم که یه دفعه خدای نکرده اشتباه نشه، که گفتیم یه همچین ماشینایی با همچین سوایی داریم، یعنی اینا در دسترس بود و بخش الان من میخونم واسهتون ماشینا رو چون که این خوبه که داشته باشید واقعا. و خدمتتون عرض بکنم که گفتیم بنابراین بیاید اونو فیز اوت کنید فیزن. من بار یه بار که خدمت مقام معظم رهبری همین چند ماه پیش رسیدم گفتم آقای ساری شما اون موقع ماشینای پیشرفته رو که اعلام کرده بود چرا بعد از اون ماشینای پیشرفته به کار گرفته نشد؟ گفتم خب من که دیگه رفتم به یک مسئولیت دیگه، اصلا بس همین بود، اصلا برنامه ریزی شده بود، اینا مستنداتش هست جناب آقای رحیمی، این مستندات رو بیارید بذارید این کتابچه هایی که برنامه ها و که چجوری فیز آوت بکنیم، چجوری فیز این بکنیم، چجوری بیاریم، که اینها برنامه ها بر اساس از زمان 88 دیگه گفتیم ما از 69 رو اگر مبنا قرار بدید تا 88 به اندازه کافی وقت صرف کرده بودیم، به آستانه ها رسیده بودیم، حالا دیگه بایستی با هزینه فایده جلو میرفتیم، حالا دیگه بایستی هزینه ها رو به حداقل میرسوندیم، حالا دیگه بایستی هم عامل سیاسی و هم عامل اقتصادی رو در نظر میگرفتیم، نه صرفا عامل سیاسی رو. پس این مطلب پس اگر ما چه 5 به علاوه 1 باشد چه نباشد، ما بالاخره بایستی در چارچوبه اقتصادی سیاسی می رفتیم جلو. من اینو می خوام بگم. مطلب دوم که در کلیات می خوام حالا صحبت بکنم که عزیزان فرمودن، حالا باز کلی گفتن یک مواردی رو الالعبد پذیرفتید، ما تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هیچ چیزی رو الالعبد نپذیرفتیم ازش صرف نظر بکنیم. حالا بعدم باید بتونیم بخوانیم که یه چیزی بگه forever، مثلا یه جا بگن forever ایران has forgone مثلا such and such، اینو باید بخونیم، اینو اشکال نداره بخونید، حالا من حداقل تو فنیش ما ببینیم کجاست. اما راجع به پلوتونیوم ببینید عزیزان، دیگه حالا اینم تقدیر بوده که ما از ابتدای این پرونده ساختگی حضور نزدیک به این مسئله داشته باشیم، چون که اون موقع بنده نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بودم، بعد همینجور اومدیم جلو، حالا اینم تقدیر الهی بوده. خب اون زمان ما یه گزارشی دادیم به آژانس، ما رو پلوتونیوم کار کرده بودیم، فرایند تولید پلوتونیوم رو دقیقا انجام داده بودیم، مستندسازی کرده بودیم، روی تولید فلز اورانیوم کار کرده بودیم، مستندسازی کرده بودیم. ببین اینا خیلی مهمه ها، مستندسازی کرده بودیم، یعنی دیگه یاد گرفتیم چجوری پلوتونیوم تولید کنیم، یاد گرفتیم چجوری فلز اورانیوم تولید کنیم، اینا هم مستند شد، الان هم مستنداتش هست. بعد نظام تصمیم گرفت به ما اعلام کرد به آژانس اعلام بکنید در یه گزارشی که اون موقع حالا گزارش رو میگیم صد و نمیدونم چند صفحه‌ای، بنده اون گزارش رو اعلام کنیم که ما دیگر دنبال فرایند پلوتونیوم فعلا تا زمان داوطلبانه فعلا نیستیم، تا زمانی که خودمون تعیین بکنیم دنبال تولید فلز اورانیوم نیستیم، تا زمانی که خودمون تعیین بکنیم اینا داوطلبانه. این مال اون موقع است، سال 2003، سال 2003 ما اینو گفتیم. مثلا ما با لیزر غنی سازی کرده بودیم، بعد دوباره تو همون گزارش با آژانس اعلام کردیم که آقا ما دیگر با لیزر غنی سازی نمیخواهیم بکنیم، ما لیزر غنی سازی کردیم، مستند سازی کردیم همه. اما نظام باز با بر اساس ملاحظات و ارزم بزرگ، چه ملاحظات اقتصادی، چه ملاحظات صنعتی، چه ملاحظات عملی، چه ملاحظات کارایی قضیه و همه این ملاحظات، گفتن دیگه ما میریم به طرف سانتریفیوژ، دیگه بحث غنی سازی لیزر رو فعلا ما کنار میذاریم. خیلی از این موارد اینجوری هست. اینا 2003 فکر کنم گزارش 2003 بود،
2003 بود که ما گزارش رو به آژانس دادیم. اون گزارش هست، اون گزارش رو میتونید بخواید. شما روی پلوتونیوم صحبت کرده، روی فلز اورانیوم صحبت کرده، روی غنی‌سازی توسط آخه غنی‌سازی از شیوه های مختلف میشه، یکیش سانتریفیوژه. توجه میفرمایید؟ ما اومدیم گفتیم چون که سانتریفیوژ الان متداول ترین شیوه غنی‌سازی در دنیاست، سانتریفیوژ رو گرفتیم. نگفتیم هیچگاه دیگه با لیزر کار نمی‌کنه، ولی گفتیم داو همه اینا داوطلبانه است. ما هیچگاه هیچ وقت، من از سال 2002 که حالا این قضیه پروندگی ساختگی شروع شد تا به امروز، یعنی در همه دولت‌ها، هیچ وقت جمهوری اسلامی نیامده است بگوید از یه حقش الالعبد صرف نظر می‌کنه. هیچ وقت اینو نگفته. داوطلبانه بوده ها، گفته داوطلبانه، بنده این مدت این کارو نمیکنم. برای اینکه اون زمان هم ما داوطلبانه پذیرفتیم که غنی سازیمون تا حد 5% باشه. داوطلبانه وقتی که پروتکل الحاقی رو برای 2.5 سال چیز کردیم، غنی سازیمون هم گفتیم در حد 5% باشه. اما اینا همش والانتری بوده. کلمه والانتری یعنی داوطلبانه. اون موقع پروتکل الحاقی رو هم داوطلبانه ما اجرا کردیم. اما وقتی که 20% شد و ما نیازمون پیش آمد، این داوطلبانه عکس شد، رفتیم گفتیم آقا ما 20% خودمون میخوایم تولید بکنیم. پس این 20% زمانی کی بود؟ الان من خدمتتون عرض میکنم، من اینا رو، من قبل از اینکه وارد این 20% بشم، میخوام راجع به سانتریفیوژ ها یک گزارشی بدم واسه دوستان، ممکنه قابل توجه باشه. ببینید سال 60 آی آروان رو من الان میگم، سال 69 این ماشین ها از بازار سیاه ابتیاع شد و به ایران اومد. سال 76 دو عدد از این ماشین ها به دور نهایی رسیدن، یعنی مکانیکال. 69 وارد کردیم، 76 ما تونستیم دو تا از این ماشین ها رو بچرخونیم، هنوز گاز تزریق نکردیم، یعنی میشه 7 سال. خب بعد زنجیره سه ماشینی، زنجیره سه ماشین و زنجیره 19 تاییش در سال 78، زنجیره سه تاییش و 19 تاییش در سال 78 شد، یعنی میشه 9 سال از زمانی که وارد کردیم تا زمانی که به این زنجیره رسیدیم. من فقط میخوام این اعداد توی ذهنتون باشه، اینا دیگه مستند هست، شما میتونید هر جوری که میخواید چیز کنید. نه دیگه، اینا وقتی که زنجیره سه تایی و 19 تایی میشه دیگه شروع میکنید به گاز تزریق کردن. ولی 7 سال طول کشید که ماشینی که ما داشتیم که بتوانیم مونتاژش کنیم و بچرخونیم، این خیلی مهمه، 7 سال طول کشید تا اینو بتونیم بچرخونیم فقط، بعد اون وقت تونستیم چیز کنیم. البته الان که خیلی رفتیم، چون اون چون که بار اولمون بود خیلی مشکل بود. ماشین های IR2 سال 84 پروژش شروع شد، IR2 پروژه شروع شد. سال 86 به دور نامیش رسید، سال 86 یعنی تونستن بچرخوننش. سال انتهای سال 86 گازدهی شد. سال 87 ماشینای 10 تاییش راه اندازی شد. این IR2 بود. حالا وقت شما رو نمیگم چون همینطور IR3 هست، IR2 هست، ولی IR2M هست. IR2M چون که سوال کردید، این سوال خود فرمودید. در سال 87 IR2M طراحی شروع شد. ببینید IR2M یعنی همون IR2، علتی که M میذاریم یعنی modified، یعنی اون IR2 رو اومدن بعد از اینکه 3-4 سال روش کار کردن، دیدن اشکالاتی داره، اومدن یه تغییرات طراحی توش ایجاد کردن، اسمشو گذاشتن IR2M. پس IR2M در سال 87 شروع شد، اما با تجربه‌ای که از IR2 گرفته بودیم. توجه می‌کنید من IR2 رو گفتم دیگه واسه تو. خب و پس از طی مراحل در سال 88 به سرعت نامی خودش رسید. در سال 90 زنجیره‌های میانی این ماشین راه اندازی شد. سپس زنجیره شاهد 54 تایی. ببینید زنجیره شاهد میتونه 54 تایی هم باشه. این ببین ما یه زنجیره میانی داریم، این اصطلاحات هست، زنجیره میانی مثلا 3 تا و 10 تا و 19 تا و اینا، یه زنجیره شاهد داریم میتونه 54 تا باشه، 164 تا باشه، 174 تا باشه، 500 تا باشه، بستگی داره اینکه چه جوری طراحی بکنید، برای چه منظوری. من حالا وقت عزیزان رو نمیگم. یه زنجیره شاهد 54 تایی در سال 90 این راه اندازی شد، یعنی 3 سال بعدش. زنجیره 164 تاییش
زنجیره 166 از اواخر سال 90 راه اندازی و گازدهی شد. پس IR2M از اواخر سال 90 زنجیره 164 تاییش چیز شد، ولی از سال 88 شروع شد و رفت جلو. بله دیگه، زنجیره که شد بله گازدهی. بله شما وقتی که از بله نه توی تحقیقاتش به کار گرفتین، اما اون هزار تایی که نصب شده برای تولید صنعتی ما گازدهی نکردیم. بله زنجیره 164 تاییش کار. بله خب من ماشین IR3 رو عبور میکنم چون خیلی تعداد ماشین ها زیاده. IR4 چون که باز IR4 مهمه. IR4 تقریبا میشه گفت همجنس IR2M، اما دو گروه بودن کار میکردن برای اینکه رقابت ایجاد بشه، برای اینکه ابتکار و عرضم بزرگ شما این کارها پیش بیاد. IR4 هم از جنس مثل خود تقریبا میشه گفت IR2M در اندازش و قوارش و اینها. از سال 86 این شروع میشه IR4، یعنی فعالیت طراحیش. سال 87 اولین ماشینش در پایلوت نصب میشه و گازدهی میشه. سال 88 تست های فرآیندی این ماشین به صورت تک ماشین و سپس زنجیره های میانی آن در سال 89 تا 90 این زنجیره های میانیش بین 89 تا 90 این شروع میشه به نصب شدن. زنجیره شاهد IR4 در سال 90 راه اندازی میشه. زنجیره 110 تایی این ماشین در سال 91 راه اندازی میشه و زنجیره 164 تاییش در سال 92 راه اندازی میشه. پس ببینید 86 شروع میشه IR4، 86 شروع میشه، سال 92 زنجیره 164 تاییش میشه. 86 تا 92 میشه چقدر؟ 6 سال. توجه میفرمایید. حالا IR5 هم دارم من عبور میکنم. IR6 اونایی که مهم. بله من 88 بودم دیگه تا ابتدای اواخر 89 اوائل 90. بله ماشین های سانتریفیوژ IR6 طراحی ماشین IR6 آغازش سال 89 بوده، یعنی اون زمانی که ما بودیم. این بوده که من خدمت توی نمایش گذاشته بودیم و اعلام کردیم خدمت آقای که ما تونستیم الحمدلله به سانتریفیوژ های یعنی ابتدای کار به 10 سو هم برسیم. همین IR6 بود. خب پس 89 شروع میشه طراحیش، 90 گازدهی اولین ماشین میشه. ببخشید آره در سال 90 اوائل 90 به صورت تک ماشین. در 91 آغاز زنجیره 10 تاییش میشه، 91 ماشین های 10 تاییش. از 92 و زنجیره میانی میشه از سال 92 راه اندازی گاز، یعنی از 91 آغاز و زنجیره میانی 10 ماشین سال 92 عذر میخوام زنجیره میانی 92 10 تاییش سال 92 گازدهی میشه. خب این مال IR6 هست. IR8 طراحی سال 90 شروع میشه و خدمتتون از اون تست های مکانیکیش سال 92 یعنی طراحی شروع میشه سال 92 تست های مکانیکیش شروع میشه. این یک خلاصه ای از این که حالا من یکی دو تا ماشین دیگه بود دیگه نخوندم وقتتون رو نمیخواستم بگیرم چون که ما IR3 هم داریم، IR3 IR6 S هم داریم و IR بله ۹۱. ببینید حالا اونو من اجازه بدید این حالا چون که صدا و سیما اینجاست نمیتونم. نه اگه هر چی که بله. باشه شما میخواید آخرش فرصت میزنیم قطع میکنیم شما. آره اونو من باید بعدن آخر صفحه اونو یادتون باشه من بعدن بهتون میگم. پس ما یه ماشین IR3 داریم، IR خدمتتون عرض کنم 5 داریم، IR6 اسم داریم که اونا رو من دیگه نخوندم وقت دوستانه نمیخوام کنم. ما جمعا حدود 8 تا 9 تا ماشین کار کردیم سانتریفیوژ، یعنی از IR1 بگیرید تا IR8 حدود 9 تا ماشین جمعا میشه گفت ما روی ماشین های مختلف کار کردیم و وقتی که تجربه
سازمان تجربه کشورهای دیگر رو هم در نظر میگیرید، میبینید که روسیه در 60 سال گذشته رو همون 7-8 ماشین کرده کار کرده، ولی 3 تاشو به کار گرفته. خیلی جالب. ما میبینیم اروپاییام روی 7-8 ماشین کار کردن، اونام 3 تا ماشین به کار گرفتن. روسا، ما هنوز داریم در چیز تصمیم گیری هستیم. نه روسا رو که من بیان نکردم اینجا، ماشینای خودشونو اینا روی 8-9 ماشین، آقای دکتر روی 8-9 ماشین کار کردن، 3 تا از اون ماشیناشونو تونستن صنعتی بکنن. اروپاییام یورنکو روی 8-9 تا کار کردن، 3 تاشون صنعتی کردن. یعنی اینجوری نیست که شما روی ماشینهای سانتریفیوژ متعدد که کار بکنید همه رو ببرید صنعتی بکنید. خب این من میخواستم این زمانها مال ماشینها باشه خدمتتون. و اما بریم روی سوالی که دوستان کردن راجع به عراق، روی عراق، چون که سوال از تاریخ و اینا میگم بفهم. ببینید عراق، آقای دکتر بروجردی گفتم 20% کشورش، حالا من از این چیز نیام بیرون، 20% در سال 88 شروع شد، زمانی که بنده وارد آژانس سازمان انرژی اتمی شدم. آقای مهندس آقازاده 2-3 هفته قبلش نامه ای نوشته بود به آقای الورادعی، 2-3 هفته قبلش، مبنی بر این که ما سوخت ریاکتورمون رو به اتمام هست، خواستاریم و تقاضا داریم که مثلا سوخت رو مشابه بار اول که از آرژانتین تعیین شده، این بار هم از طریق آژانس سوخت ریاکتور تهران رو تأمین کنید در ازای پولی که میگیرید. اون موقع که در آرژانتین ما برای بار اول سوخت از آرژانتین 20% رو گرفتیم، ما باز تقدیر این بود که من ماموریت داشتم اون موقع در آرژانتین، ماموریت فنی در یکی از کمپانی‌های اونجا کار میکردیم، و اینم باز توفیق بود. مثل که ما باز با این فرایند و نمیدونم این برنامه هستی همینجوری همزاد ماست، اون موقع بودیم توی اون سوخت. این سال یک سال قبل از پایان جنگ، فکر کنم 66، یک سال قبل از پایان جنگ، و اون سوخت اون زمان با آرژانتین. ما آقای آقازاده مجددا بر اساس همون شرایط تقاضای سوخت رو سال 88 کرده بود، اوائل فکر کنم فروردین ماه بود یا اردیبهشت ماه بود که من فکر کنم تیر بود که اومدم سازمان انرژی اتمی، مصادف شدم با این که این نامه رو نوشته بود. شهریور ماه ما رفتیم آژانس و آقای الورادعی صحبت کردیم، گفتیم آقا این مقدماتش رو فراهم کن که این سوخت 20% ما تأمین بشه. آقای الورادعی یک نامه ای رو به من نشون داد به نام نان پیپر، یعنی نامه غیر رسمی که روسیه و امریکا نوشته بودن. خیلی جالبه، واسه من واقعا جالب بود. گفتن ما نامه شما رو به عرض کشورهایی که قابلیت تولید 20% رو دارن دادیم، آمریکا و روسیه اومدن و این نامه رو دادن. گفتن ما به شرطی تأمین میکنیم که شما یه سری شروط رو بپذیرید. گفتم مزاح میفرمایید آقای الورادعی، ما تا حالا همچین بحثی نبوده، ما قبلا هم خریدیم، پولشو دادیم، سوختشو گرفتیم، این چه؟ گفت دیگه الان شرایط عوض شده، بایستی. گفتم اینا اصلا حاکمیت ملی ما رو زیر سوال میبره، این شرایطی که شما گذاشتید. بله نه بله دیگه، شما یه اقدامی بکنید مثلا سوختتون و ذخایرتون رو بفرستید بیرون، اینو این کارو بکنید، اونو اون کارو بکنید، یعنی یک سری شروط گذاشته بودن که ما 20% به شما بدیم. بعدم گفته بود ما 2.5 سال هم مثلا 20% طول میکشه بدیم و مسائلی از این دست. من برگشتم ایران، یعنی شهریور 82 شهریور بود، یعنی سپتامبر، خلاصه حالا معادل سپتامبرش، چون که برگشتم ایران خدمت آقای دکتر احمدی نژاد رسیدم، گفتم آقای دکتر احمدی نژاد اینها به ما سوخت 20% رو نخواهند داد و با این شرایطی که دارن برای ما محدودیت ایجاد میکنن ما هیچگاه به 20% نمیرسیم و این ریاکتور تهران هم آرام آرام داره سوختش تموم میشه. چون شما صبر نمیکنید سوخت تموم بشه تا بعد برید سوختو بگیرید، چون که اینجوری نیست. شما باید یه سال و نیم دو سال قبل از اینکه سوخت تموم بشه اقدام بکنید که این پیوستگی کار خدای نکرده متوقف نشه.
و من گفتم ما فرصتی نداریم. گفت خب چیکار بکنیم؟ گفتم اجازه بدید من در چارچوب مقررات بین المللی و داخلی، چون من آژانس بودم، مقررات آژانس رو میدونم، مسائل بین المللی رو میدونم، گفتم پولشم بدید. یه برآورده کردیم، یه فیزیبیلیتی استادی اولیه گفت برید پس یه چیزی طرحی رو بیارید، ما یه طرحی دادیم، یه برآورده اولیه حدود 25 میلیارد تومان کردیم که این هزینه داره. و خدمتتون عرض بکنم که گفتم شما اجازه ام باید بدید، چون گفتم اقدامات مهم در سازمان انرژی اتمی سر خود نمیتونه بسونه. این رفت آقای دکتر شالا کمیته های مختلف و تصمیمات لازم رو به ما ابلاغ کردن که میتونید برید این کار رو بکنید. خب ما اومدیم کار رو شروع کردیم، چه اطلاعاتی که بنده داشتم، چه اطلاعاتی که آقای زاکر اون موقع مسئول این بحث سوخت بود در آرژانتین، اطلاعات خیلی خوبی داشت. دوستان دیگه‌ای که ارزم بزرگ شما اطلاعات خوب داشتن، مهندسین شیمی، مهندسین ارزم بزرگ شما که مکانیک، اینا همه رو جمع کردیم، از جمله شهید شهریاری، چون که یه سری موارد رو ما برای اولین بار بود باید انجام میدادیم، حالا یه سری فرایندات بود مشابهش رو قبلا انجام دادیم، حالا واسه یه کیس خاص باید انجام میدیم، اما یک سری اقدامات بود برای اولین بار، کسی نبود که ما شهید شهریار رو خواستیم توی این محاسبات، محاسبات کریتیکالیتی رو انجام بده. که بالاخره این کمیته درست شد، هفته یک جلسه داشتیم، این جلسه 88 بله 88 شروع کردیم و کارخونش هم گفتم پیشا پیش تجهیزات کارخانه رو هم ما پیشا پیش پیشبینی کردیم، تجهیزات کارخانه رو زود رفتیم خریدیم، پیشبینی کردیم و اونایش که باید داخل سفارش میدادیم دادیم، گفتیم ممکنه بعضی از این تجهیزات یا اضافه بیاد یا کم بیاد یا چیز، همه این کارا رو بکنید اشکال نداره، ما بایستی یعنی زمان به نفع ما نیست. خلاصه همه کارخونه رو هم کلنگش رو زدیم، شروع کردیم به ساختن. سال آخر 88 90 بود که فکر میکنم 90 بود آقای چیز اولی صفحه 89 آره توی ریاکتور فکر کنم 90 گذاشتن توی ریاکتور 90 گذاشتن تو ریاکتور 90 گذاشتن این بحث 20% سوختی که شما میفرمایید هزینه بعد از ما اومدیم کارمون رو شروع کردیم، اما به اونا نکرد. بنده بودم دیگه، کی بود یعنی چی؟ حالا نه آقای دکتر، آقای شهریاری رئیس سازمان که آقای شهریاری عزیز بنده که فرزند بنده هستن، واقعا چیز ایشون در دانشگاه شهید بهشتی بود، اصلا کارمند سازمان انرژی اتمی نبود، کارمند نبود. من وقتی که رفتیم جلو دیدم توی یکی از قسمت از این محاسبات، گفتم بقیهش رو که مهندس شیمی داشتیم، ایمی داشتیم، مهندس متالورژ داشتیم، همه چی رو داشتیم ما تو سازمان، ما محاسبگر این موضوع این گونه هم داشتیم، ولی من نمیتونستم اعتماد بکنم، چون بحث کریتیکالیتی بحث مهمی است، با ایمنی افرادی که دارن کار میکنن تو اون فرآیند سر کار داره. من گفتم یکی واسه باشه من مطمئن باشم این محاسباتش، خدای نکنه این بچه‌ای که داره اونجا روی توی کارخونه کار میکنه یه اتفاقی انفجار، نه اینکه انفجار حالا هستی ولی چیز بشه، اون وقت مسئولش کیه؟ من تنها کسی رو که به ذهنم رسید میدانستم، گفتم از تو بهمی میتونی این کار؟ گفت بله آقای دکتر. گفتم پس من کار تو رو قبول دارم. وقتی هم که شهید شد، چون که مدتی خیلی طول نکشید بعد از شهادتش، وقتی که شهید شد من گفتم دیگه ما متوقف شدیم، خیلی نگران شدم، رفتم اصفهان گفتم چی شد؟ گفت ایشود، گفت ایشون ورکشاپ گذاشته بود واسه بچهای ما، ما بلدیم چیکار بکنیم. یعنی همون زمانی که خودش داشت محاسبه میکرد بچه‌ها رو هم جمع کرده بود، همزمان داشت آموزش میداد و این متوقف نشد رحمت الله علیه. بنابراین پیشنهاد ما بردیم پیش آقای دکتر و عرضم بزرگ شما گفتیم یه همچیزی میخوایم، 24 میلیارد تومان هم پولشه، هزینه‌ش هم آخر شد 12 میلیارد. یعنی برآورد ما نصف شد، برآورد ما بیش از اون چیزی بود که فکر میکردیم و الحمدلله با 12 میلیارد تونستیم یه کار عظیمی رو انجام بدیم. مطلب دومی، مطلب بعدی که دوستان پرسیدن عراق. عراق
خدمتتون عرض بکنم در خود آب سنگین عراق، تولید آب سنگین عراق در حد آزمایشگاهی سال 63 آقای در سازمان انرژی اتمی شروع کردن آزمایشگاهی سال 63 1363 به عنوان کار تحقیقاتی. اولین مجتمع تولید آب سنگین سال 77 بود، یعنی آغاز ساختش، و در سال 85 به بهره برداری رسید. پس این تولید آب سنگین عراقا 77 شروع کردن، 85 به بهره برداری رسید. نه نه نه، آب سنگین عراق، آب سنگینه، چون که بعدن با سری اول باید آب سنگین تولید کنی که چیز بکنی. پس ببینید این آب سنگین عراق سال 63 آقای امراللهی بود. ببینید اگه ما بخوایم اینجوری نام ببریم بگیم زمان کی بود، آقای امراللهی زمانش، زمان ایشون آب سنگین ببخشید آب سنگین به صورت آزمایشگاهی انجام شد. زمان ایشون اون چی میگن سانتریفیوژ ها از خارج وارد شد. زمان ایشون دوتاییش به چیز رسید، البته 76 ایشون رفت، ولی دیگه واقعا 77 یعنی آقای آقازاده اومد دیگه این دوتا به زنجیره رسید. نیروگاه بوشهر رو ایشون عرض قرارداد کرد با روسیه و قراردادش رو بست. دیگه ماها که اومدیم ادامه دهنده راه بودیم. ما حالا یه مثالی داریم میگن کار رو که کرد آنکه که تمام کرد. خب این که کار حرف درستی نیست. کار رو که کرد آنکه که آغاز کرد، پیش برد و تمام کرد. همشون این کارو کردن، نه اینکه حالا یه کسی یه کاری کرده. همه زحمت کشیدن، یعنی آقای امراللهی زحمت کشید، آقای امراللهی سانتریفیوژ آورد، آقای امراللهی آب سنگین درست کرد، آقای امراللهی واقعا اون زمان آب سنگین و چیز ریاکتور و بوشهر رو قراردادش رو بس با هزار زحمت. آقای آقازاده با تجربه‌ای که از شرکت نفت گرفته بود اومد به خوبی و به زیبایی این کارها رو برد جلو، یعنی تندش کرد و از نظر مدیریتی بسیار قوی بود. ما هم که بعد از آقای آقازاده اومدیم ادامه راه اونا رو دادیم. نه حالا توضیح بده. پس عراقم مشکل نیست. شما دو نفری صحبت نکنید. اما ریاکتور عراق، خود ریاکتور عراق در سالهای اصلا ریاکتور عراق، مفهوم ریاکتور عراق چیز تز بوده، یعنی طراحی تز بیشتر اساتید دانشگاه ها یکی از کاراشون بچه ها تو فوق لیسانس اینا طراحی تز داشتن، حالا مشابه ریاکتور عراق، مشابه ریاکتورهای تهران و و و و. پس با یه همچین مقدمی اگر بریم ریاکتور عراق، کسی که اولین مدیرش بود آقای منیری بود که حالا متاسفانه بعد گذاشت و رفت. چه سالی بود آقای یادت منیری مسئولش شد؟ 80 و اوائل 80 بود، اوائل بله اوائل 80، یعنی دهه اوائل دهه 80 بود، اوائل دهه 80 بود که ریاکتور عراق فکرش چیز شد، بحث طراحی شروع شد، آقای منیری مسئول شد، آقای شیرانی، دکتر شیرانی که الان استاد دانشگاه شهید بهشتی، حالا توفیقم هست اگر خود ستایی نباشه اینم لطف الهی است. باز عمده اینها همه ما توفیق داشتیم، دانشجوی ما بودن، از شیرانی، از منیری، از خلفی، از شهریاری، از و و و و الی آخرشون. یعنی حالا اون زمان که این هستی شروع شد استاد زیاد نبود، ما شانس ما بود که ما بالاخره اینجا گل بخوریم. خب این هم یه توفیق بود. خب اینا کار رو شروع کردن. شوخی نکنه اینجا. عرضم بوزر شما که ما با آقای دکتر همسایه بودیم در دوله. هر چی یاد گرفتیم از ایشون یاد گرفتیم. به هر حال پس اوائل سال 80 این بحث ریاکتور عراق شروع شد. بحث طراحی شروع شد. بعد ما چون که نمیتوانستیم، نه اینکه نمیتوانستیم، بلد بودیم، اما ببینید اینا یک تجربه
دیگران میخواد که کمک بکنه. اینجوری نیست که ما بخوایم همه چیز رو از صفر خودمون اختراع بکنیم، کشف بکنیم، ببریم جلو، نمیدونم تجربه دیگران رو اصلا نادیده بگیریم. بالاخره با روس‌ها تماس گرفته شد، با روس‌ها همراه با روس‌ها ما این طراحی ریاکتور آب سنگین عراق رو شروع کردیم. حالا من نمیدونم این قسمتشو دیگه مهم نیست، گذشته این مسئله. پس این طراحی با همکاری روس‌ها انجام شد، کارشناسان روس و ایران. با هم اومدن ریاکتور عراق را طراحی کردن. اما این طراحی یک طراحی بیس قدیمی داشت. توجه می‌فرمایید؟ حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، چون که توی آژانس هم گفتن شما چرا هم رفتید به طرف غنی‌سازی، هم رفتید به طرف آب سنگین. همه این سوال میکنن. اون موقع آژانس هم میکرد. گفتن حتما شما یک ریگی به کف دارید. گفتیم نه. برای اینکه شما که کمک نمی‌کردید، ما نمی‌دونستیم که وقتی قبل از اینکه وارد بشیم در کدوم از این قسمت‌ها ما توفیق یار ما خواهد شد. آیا ما میتوانیم غنی‌سازی بکنیم؟ خواهیم توانست؟ آیا خواهیم توانست آب سنگین تو ما که نمی‌دونستیم؟ لذا هر دو راه رو شروع کردیم. اتفاقاً لطف الهی، شانس و همت عزیزان و حمایت به خصوص مقام معظم رهبری، چون دیگه من اینو دیگه از اول تا حالا بودم خدمت ایشون. ایشون با حمایتایی که میکردن همیشه گفتن سازمان مشکلاتش باید حل بشه. این که سازمان یک سازمان ویژه‌ای است به اعتبار حمایت مقام معظم رهبریه، به اعتبار اجازه ای است که ایشون داده، و الا سازمان نمیتونست این دستاوردها رو داشته باشه. خب این سازمان توانست این طراحی رو انجام بده، ریاکتور رو انجام بده، اما این ریاکتور بیس قدیمی داشت. ما توانستیم که میگم، یعنی عزیزانی که در سازمان کار میکنن توانستن این جوانان غیوب هم آب سنگین رو به نتیجه برسونن، هم غنی سازی رو. حال که هر دو رو تونستن به نتیجه برسونن، ادامه دادن. گفتن ما برای این آب سنگین شروع میکنیم، چون که بحث آب سنگین هم این بود که ما بریم به طرف ریاکتورهای قدرت آب سنگین. ولی گفتن قبل از اینکه یه قدم، قبل از اینکه بریم به طرف ریاکتورهای قدرت آب سنگین، ما بریم روی ریاکتور تحقیقاتیش کار بکنیم، بعد قدم بعدی بریم روی ریاکتور قدرت. اومدن ریاکتور 45 مگاواته دیگه، 40 مگاواته، 40 مگاوات ترمال ریاکتور عراق رو طراحی کردن که بعد دیگه اومدیم جلو. پس اینم مال سال اوائل دهه 80 میشه و طراحی روسا بوده. من ببینم این مواردی که حالا برمیگردیم به برجام. من عذر میخوام این مسئله انفجاری رو هم بگم، چه تا قبل از اینکه برگردم. این مسئله انفجاری مربوط میشه به انفجارات هسته‌ای. ببینید ما که انفجار هسته‌ای نمیخوایم انجام بدیم. یعنی میگه آقا شما اگر بیاید به منظور کاربرد هسته‌ای بیاید این نوع انفجارات را انجام بدهید، مثلا نباید این کارو بکنید. ما که مثلا دنبال این هستیم، اما به منظور کارهای دیگه‌ای که ممکنه جاهای دیگه ای میخوان داشته باشن، اصلا اون موردی که الان نشون دادید. من چند تا چیز
خب نه من دیگه خواستم برم تو برجام اونو بگم، من خواستم زمان عراق رو، اما قلبش هم بگم. حالا آقای دکتر فرمودن، پس بذارید حالا دیگه وارد برجام میشیم. یکی از سوالایی که فرمودید اینه که عراق، پس ببینید اگر من برمیگردم به سوال آقای دکتر جناب آقای ابوترابی، ما پس توی نطنز اگر میخواستیم چه 5+1 باشد چه 5+1 نباشد، ما نطنز را دیگر با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی اقتصادی سیاسی صنعتی باعث می بردیم جلو، نه به صرف ابعاد سیاسی. میخوام اینو بگم، یعنی باعث ملاحظات صنعتی، ملاحظات فنی، ملاحظات اقتصادی هم در بر بگیره. اگر این ملاحظات رو در کار بگیرید، اون وقت دیگه بایستی سانتریفیوژ های جدید رو بگیرید، بایستی درست حسابی روش کار کنید. الانم من اعداد سانتریفیوژ ها رو دادم، 5 سال و 6 سال و 7 سال و نمیدونم اینا، هنوز IR4 و IR2M هنوز زیر باره. IR4 و IR2M که شما رفتید بازدید کردید، فکر کنم 4 ساله، حدوداً 3 الی 4 ساله که زیر بارن اینا. فقط زنجیره شاهدش 3-4 ساله الان زیر باره. پس ببینید فقط زنجیره شاهدش. بعد دیدیم حالا از طراحی تا زمانی که شما تمام شاخصهای فرایندی و شاخصهای ارزم به حضور شما که ماشین رو به دست بیارید، یه فرایند 7-8-10 ساله است، یک فرایند 1 ساله نیست. چه برخی دوستان میگن جهادی اگر کار کنید 6 ماهه میشه این کارو کرد. من خوندم براتون تاریخ ها رو، اون زمانی بود که جهادی کار میشد، اما باز دیدید سالها طول میکشید. زمانی که واقعا همه مدیران لایق با کفایت با قدرت کار میکردن، اصلا مسابقه بود. اما علارغم این 6 سال و 5 سال و 7 سال توش بود. الان من اینا رو واسهتون خوندم. پس اینجوری نیست که ما بخوایم که یه دفعه یک سانتریفیوژ اراده بکنیم در عرض 6 ماه وقتی که نمونهش ساختیم، 6 ماه بعد بگیم حالا بریم صنعتی تولیدش بکنیم. و پس اما عراق، ما عراق رو، من حالا میفرمایان قلب عراق رو برجام، جناب آقای نببیان پرسیدن که عراق رو ما مثلا عملا از چیزیش، یعنی نمیدونم سوال شما این بود که عراق رو گذاشتیم کنار یه همچه چیز. خب اون که ببینید آقای دکتر، همین رو حفظ میکردیم که ما خیلی دلمون میخواست، اون که بحثی نیست. ما اگر میتوانستیم ریاکتور عراق رو حفظ کنیم، یه ریاکتور دیگه هم اونا به ما بدن، غنی‌سازی رو هم 19000 ماشین رو داشته باشیم، تحقیق توسعه هم آنگونه که ما میخواییم داشته باشیم، بعد اظهار پشیمانی هم اونها بکنن، عذرخواهی هم بکنن، بعد بیان با ما همکاری هم بکنن، تحریم ها هم بردارن، اینا که خیلی عالی بود. ما که ما 20%مون هم ادامه بدیم، 50% هم بریم واسه چی میگن ریاکتورهای زیردریایی هم ادامه بدیم. این که خیلی عالی بود. من اینو نفی نمی کنم، من هم دارم عرض می کنم. من صحبتم تموم بشه، کلامم منقطع بشه. پس ببینید ما علاقه، من بگم ما علاقه داشتیم که اصلا خلاصتا عرض بکنم که 5+1 نمی بود، مذاکرات نمیمود، ما هرچی که دوست داشتیم عمل میکردیم، اما در چارچوب یه عقلانیتی، در چارچوب ملاحظات اقتصادی، صنعتی، فنی، در اون چارچوب عمل میکردیم. اینو دیگه باید میذاشتیم، اینو دیگه همه تون قبول دارید. ما هر کاری که میخوایم بکنیم باید ملاحظات اقتصادی، ملاحظات توجیه پذیریش، چون که واسه نیروگاه میخوایم دیگه. ما که نمیخوایم یه برق نیروگاه که مثلا اگه کیلووات ساعتی در دنیا مثلا 5 سنت، مال ما در بیاد 20 سنت. ما همین میخندم به ما. اگر مثلا سوختی که 60 میلیون دلاره مال ما در بیاد مثلا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، خب اصلا معنی نمیشه. پس ما دوست داشتیم ریاکتور عراق باشه، یه دونه دیگه بهترشو بسازیم. دوست داشتیم 20000 سانتریفیوژی که حالا ساخته شده، من موافق نبودم این تعداد IR1 ساخته بشه، من موافق نبودم. ما بایستی IR2M و IR4 رو میساختیم. توجه میایم. پس بنابراین اگر نه اینکه نتوانستیم، اگر بله ما نتوانستیم، شما اگر می توانستید برید بگیرید، هم عراق رو داشته باشید، یه عراق بهترم بذارید، 20000 سانتریفیوژ هم داشته باشید، آراندیتون هم داشته باشید، همه و همه چیزها رو داشته باشید، اونا هم تحریم ها رو بردارن، عذرخواهی هم بکنن، کنار برن و مسائل حل و فصل بشه. این که ایدئال بود، اما این نبود، مسائل این نبود. دوستان قبل از ما، من در مذاکرات بودم دیگه اون موقع، بالاخره ما در دولت قبل و دولت ما قبل و اینا بودیم، تو مذاکرات بودیم، همه از در بگونه ای صحبت میکنن. خود آقای جلیلی که ما 20% رو بذاریم کنار در ازای چیزی، یعنی ایشون نگفت که ما 20% رو حفظ میکنیم ولی شما باید تحریم رو بردارید.